کرم مرطوب کننده خانگی بسازید. با ما همراه باشید تا طرز تهیه کرم مرطوب کننده خانگی را به شما آموزش دهیم. کرم مرطوب کننده پوست صورت و بدن را با استفاده از مواد طبیعی و ترکیبات گیاهی در منزل تهیه کنید. تا علاوه بر نرمی و لطافت پوست، راهی برای تقویت و جوانی آن نیز فراهم کنید. طرز تهیه. در این گزارش دستور تهیه 4 نوع مرطوب کننده طبیعی و گیاهی را برایتان خواهیم گفت که با مواد طبیعی میتوان آنها را در خانه تهیه کرد. کرم مرطوب کننده با روغن نارگیل و ژل آلوه ورا. برای تهیه این لوسیون تنها کافی است روغن جامد نارگیل را با ژل آلوه ورا هم بزنید و از آن به عنوان لوسیونی مرطوب کننده استفاده کنید. در مقایسه با روغن نارگیل ساده، این لوسیون بر روی پوست بسیار سبک خواهد بود. طرز تهیه کرم مرطوب کننده آلوه ورا. مواد لازم: ژل آلوه ورای تازه، روغن خالص نارگیل، روغن گیاهی معطر مثل روغن استقدوس یا روغن نعنا، کاسه برای مخلوط کردن، پیمانه و قاشق اندازه گیری، مخلوط کن یا میکسر، همزن دستی یا برقی، ظرفی مناسب برای نگهداری لوسیون. مراحل تهیه: یک برگ کوچک آلوه ورا را برداشته و با قاشق ژل داخل آن را خالی کنید و درون مخلوط کن بریزید و با دور تند چند دقیقه اجازه دهید تا به خوبی یک دست شود. نصف پیمانه روغن نارگیل جامد خالص را درون کاسه جداگانه‌ای بریزید. آلوه ورای هم زده و یک دست شده را به روغن نارگیل اضافه کنید. با استفاده از یک همزن دستی یا برقی این دو را به مدت 5 تا 10 دقیقه یا تا وقتی که مخلوطی نرم و پفی و با غلظتی شبیه به خامه حاصل شود هم بزنید. به طور دلخواه چند قطره روغن گیاهی معطر مثل روغن نعنا را به مخلوط همزده شده بیفزایید و دوباره هم بزنید. در انتها لوسیون نارگیل آماده شده را درون ظرف مناسبی مثل ظرف قدیمی و تمیز یک کرم یا لوسیون ریخته و آن را در یخچال نگهداری کنید. این لوسیون برای چندین هفته قابل نگهداری می باشد. می توانید این لوسیون را مانند لوسیون ها و کرم های دیگر برای پوست تمام نقاط بدن استفاده کنید. برای افزایش میزان تاثیر این لوسیون سعی کنید همیشه بعد از حمام، زمانی که پوست بدنتان کمی مرطوب است، از این لوسیون استفاده کنید تا رطوبت را در پوستتان ماندگار کنید. این لوسیون همچنین یک پاک کننده آرایش بسیار خوب به شمار می رود. طرز تهیه مرطوب کننده با لیمو. مواد لازم: 2 قاشق غذاخوری ماست، 1.5 قاشق چایخوری عسل، نصف لیمو ترش، 1 سفیده تخم مرغ. طرز تهیه مرطوب کننده با لیمو و تخم مرغ: آب لیمو ترش را بگیرید، سپس سفیده تخم مرغ را آنقدر بزنید تا کاملا پف کنید. حالا تمام این مواد را به خوبی مخلوط کنید و آنقدر هم بزنید که به شکل کرم در بیاید. سپس این کرم را به صورت و گردنتان بمالید و حدود 10 تا 15 دقیقه صبر کنید و بعد با آب گرم صورتتان را بشویید. طرز تهیه مرطوب کننده پوست بدن. مواد و وسایل لازم: 2 قابلمه که بتوان آنها را روی هم گذاشت برای ایجاد حرارت بنمایی، 17 گرم روغن مایع، 85 گرم روغن جامد. روغن مایع می تواند روغن زیتون، بادام یا جوجوبا باشد و روغن جامد می تواند روغن نارگیل، کره کاکائو یا کره روغن درخت قلم باشد. طرز تهیه: مقدار آب را روی حرارت متوسط در یکی از قابلمه ها گرم کنید. در قابلمه دوم که آن را روی قابلمه اول قرار داده اید، روغن‌های مایع و جامد را با موم رنده شده مخلوط کنید. مواد را هم بزنید تا همه ذوب شوند و با هم ترکیب شوند. اطمینان حاصل کنید که آب در تماس با قابلمه بالایی نباشد، چون مخلوطتان بیش از حد گرم می شود. قابلمه بالایی را بردارید و اجازه دهید محتویاتان خنک شود و حدوداً به دمای بدن برسد. مرتب آن را هم بزنید تا صاف و یک دست شود.
از یک دماسنج استفاده کنید تا ببینید کی دمای آن بین 95 تا 100 درجه رسید. تا زمانی که مخلوط روغن‌ها سرد شود، آب مقطر را گرم کنید تا به دمای بدن برسد. آب مقطر گرم را در یک کاسه بریزید. سپس از یک مخلوط کن استفاده کنید و در حالی که به آرامی مخلوط روغن‌ها را داخل آب مقطر می‌ریزید، آن را هم بزنید. بعد از چند دقیقه مخلوط کردن، آب و روغن باید به حالت پایداری در بیاید و ظاهر مخلوط باید شبیه لوسیون باشد. اگر به نظر می‌رسد دلمه بسته است، قابلمه را مجدداً روی قابلمه پر آب قرار دهید تا چند درجه گرم شود و مخلوط کردن را ادامه دهید. بعد از اینکه مخلوط شبیه لوسیون شد، اسانس مورد نظرتون را به آن اضافه کنید. هر دفعه چند قطره اضافه کنید و هم بزنید تا به میزانی که می‌خواهید معطر شود. لوسیون را در یک ظرف دردار تمیز بریزید و در مکانی خنک و تاریک نگه دارید. طرز تهیه مرطوب کننده با موم عسل و مواد طبیعی در خانه. مواد لازم: موم عسل، روغن نارگیل، اسانس‌های معطر، یک کپسول ویتامین ای و عسل. روش تهیه: استفاده از این مرطوب کننده می تواند باعث براق شدن لبهای شما شود و رطوبت مورد نیاز آنها را نیز تامین کند. در یک کاسه کوچک یک قاشق غذاخوری موم عسل بریزید و سپس مواد درون یک کپسول ویتامین ای و دو قاشق غذاخوری روغن نارگیل را به آن اضافه کنید و ابتدا حدود 25 تا 30 ثانیه در مایکروفر قرار دهید تا ذوب شود. اگر در این مدت ذوب نشد، می توانید یک بار دیگر 25 تا 30 ثانیه در درون مایکروفر بگذارید. بعد از ذوب و یک دست شدن این مخلوط، دو قطره از اسانس مورد علاقه تان مثل اسانس نعنا یا لیموی ترش یا اسطقودوس را به آن اضافه کنید. و در نهایت یک قاشق غذاخوری هم عسل افسوده و خوب مخلوط را به هم بزنید تا کاملا خنک شود. حالا مرطوب کننده شما آماده است و می توانید در یک ظرف دربسته آن را نگهداری کنید. طرز تهیه نرم کننده و مرطوب کننده پاها: مواد لازم: روغن کنجد، موم عسل، اسانس نعنا، اسانس لیمو ترش. روش تهیه: درون یک قابلمه آب بریزید و روی اجاق بگذارید تا گرم شود. سپس در یک قابلمه یا ظرف کوچکتر سه قاشق غذاخوری روغن کنجد بریزید و داخل این آب بگذارید تا به طور غیر مستقیم حرارت ببیند. بعد از چند دقیقه که روغن گرم شد، کمتر از دو قاشق غذاخوری موم عسل به آن اضافه کنید و همچنان به طور ملایم به این مخلوط حرارت دهید. صبر کنید تا موم کاملا درون روغن ذوب شد. سپس از روی حرارت بردارید و چند دقیقه زمان دهید تا مخلوط کمی خنک شود. سپس در یک ظرف دربسته یک قطره اسانس لیمو ترش و 10 قطره اسانس نعنا بریزید و بعد رویش این مخلوط را افسوده و شیشه را تکان دهید تا حسابی با هم مخلوط شود. اگر پوست شما نرمال است، توصیه می‌کنیم مقدار کمی از این مخلوط را قبل از خواب شبانه به پاهایتان بمالید و بگذارید تا صبح بماند. اگر پوست شما خیلی خشک است، یک لایه ضخیم از این مخلوط را روی پاها بمالید، جوراب بپوشید و بگذارید تمام طول شب روی پاهایتان بماند. امیدوارم این مطالب برای شما مفید بوده باشد. از اینکه با ما همراهید سپاسگزاریم. کانال را سابسکرایب کنید و ما را به دوستانتان معرفی کنید. منتظر انتقادات و پیشنهاداتتان هستیم.